JFK جان اف کندی یکی از اون رئیس جمهورهای قرن امریکا آمریکاست که زیاد دربارهش شنیدیم یک نگاه میخوایم بکنیم مروری توی این ویدیو به اینکه از کجا اومده بود از چه خانواده اومده بود چه پس زمینه ای داشت چه جور رئیس جمهوری بود و الان به چی معروفه چند جمله درباره اینکه با درباره ایران چی از انتقال قدرت در آمریکا معمولا لحظه مهمه یک رئیس جمهوری داره میره کنار رئیس جمهور جدیدی میخواد بیاد سر کار تغییر به هر حال گاهی تغییر نرمیه گاهی یه خورده شدید تره یعنی اختلاف جدید و قدیم زیاده اینقدی بعضی وقت زیاده که به چشم دیده میشه کاملا مشهوده یکی از این دفاعی که به چشم دیده میشد همین 1961 بود ظاهری هم اختلاف معناداری بود بین اون کسی که داشت میرفت و اون کسی که داشت میآمد روز مراسم تحلیف مراسم سوگند یه روز سرد آفتابی در ژانویه 1961 جان فیتزجرلد کندی در 43 سالگی یکی از جوانترین آدمایی که رئیس جمهور آمریکا شده داره میاد پست رو از کسی تحویل میگیره آیزنهاوری که پیرترین کسیه که تا اون موقع رئیس جمهور آمریکا بوده آیزنهاور پالتو پوشیده دستمال گردن داره کلاه داره اینطوری داره میاد کندی نه ام، پالتو نداره دستمال گردن اونطوری نداره سبکتر به نظر میرسه چالاکتر هست قطعا و میره سخنرانی میکنه گزارشگر تلویزیون سی بی اس میگه که این صحنه که شبیه اون صحنه از جادوگر شهر اوزه که فیلمه ها از سیاسفید میشه رنگی رنگهای تند میاد پرده رو میگیره خود کندی هم توی سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه مشعل الان رسیده به نسل جدید آمریکایی‌ها کسایی که در همین قرن بیستم به دنیا آمدن کسایی که در جنگ آب دیده شدن دوران تلخ و سخت بعد از جنگ رو دیدن اونجا تربیت شدن و ما من, من از اون نسل هستم به میراثمون افتخار میکنیم دوست نداریم ببینیم که حقوق بشر در این کشور از بین بره کم کم و متعهدیم هم در آمریکا هم در جهان خارج به اینکه از اون ارزش محافظت کنیم پس تاکید داره میکنه به همین نسل جدید بودن و جوانی و البته اولین کار نیست که کندی این کار داره میکنه از سالها قبل کلا آدمیه که یک برگ برندش همینه که جان تازه ای باید به آمریکا داد کندی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سناتور بود قبل از اینکه سناتور بشه هم توی مجلس نمایندگان بود تو وقتی سناتور بود آمریکا درگیر این بود که مثلا در الجزایر که میخوان مستقل بشن آمریکا چه باید بکنه چه سیاستی باید در پیش بگیره کندی از اونایی بود که موضعشون این بود که ما باید از انقلابی های الجزایر حمایت کنیم میگفت درسته که فرانسه متحد آمریکاست منافع ما با فرانسه گره خورده ولی این امپریالیسم و مستعمره داشتن و اینا دیر یا زود بساتش جمع خواهد شد و آمریکا اگه میخواد در آینده الجزایر پایگاهی داشته باشه باید از حالا اعتماد سازی کنه یعنی باید سمت استعمارگر نیسته خطا به اعضای کنگره گفتش که به گذشته نباید رأی بدیم باید به آینده رأی بدیم رأی شما باید معطوف به آینده باشه با نگاه به آینده باشه آینده ای هم که داره تصویر میکنه آینده ای که آمریکا توش چابکه در حقوق بشر پیشرو دنیای جنگ سرد هستیم شوروی اون موقع در بخش فضایی جنگ سرد جلو افتاده از آمریکا اون موقعی که کندی داره میاد زودتر از آمریکا سفینه اسپوتنیک رو هوا کرده دورش توی ویدیوی آیزنهاور صحبت کردیم کندی از این استفاده میکنه بگی ببین ما پیر شدیم ببین آمریکا پیر لخته نمیتونه پا به پای شوروی بره جلو یه شکافی افتاده بین ما و شوروی و این برای ما باعث سرفکندگیه حرفایی میزد که با استعمار مخالفم اون دنیای استعمار رو میخوایم ازش عبور کنیم با آمریکای لاتین باید تعامل داشته باشیم کشورهای جهان سوم برای ما به چشم متحدی باید بهشون نگاه کنیم که نمیخوایم قصبشون کنیم میخوایم همکار ما باشن همکار آمریکا باشن ادعا این بود که میخوایم قدرت علمی و قدرت نظامی آمریکا رو زیاد کنیم یه کار کنیم آمریکا تو جنگ سرد دست بالا رو داشته باشه و بتونیم بریم به کشورهای دیگه سوقاتی آمریکا رو بدیم سوقاتی آمریکایی چه آزادیه وعده مهمترش درباره جنگ سرد البته این بود که ما دینامیک جنگ سرد رو میخوایم عوض کنیم صلب نمیخوایم به جنگ سرد نگاه کنیم میخوایم که تنشها رو کم کنیم تو همون سخنرانی تحلیفش گفت در جهان نسل کمی بودند که وقتی آزادی بیش از هر وقت دیگری به خطر افتاده ازش دفاع کردن این الان مسئولیت ماست و من از این مسئولیت شونه خالی نمی‌کنم استقبال می‌کنم ازش ما بهترین جاییم ما هیچ اون اینجا نیستیم که مثلا بگیم که نه ما میخوایم با یه نسل دیگه ای کاش کاش در یک نسل دیگه بودیم جا اونو بخوایم عوض کنیم نه ما جای درستی هستیم و خیلی باید کار بکنیم برای آمریکا جمله معروفش که بعدا ما از قول دیگران هم شنیدیم از کشورتون نپرسید که برای من چه کرده ببینید خودتون برای کشورتون چه کار کردی وظیفه مثلا میهن پرستیتون و وطن رو جامعه داشت یادآوری میکرد اما کیه این آقای جان اف کندی چی شد که تبدیل شد به یکی از واقعا پرهاشیه ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا؟ و آیا واقعا میشه گفت که نماد نسل جدیدی بود خونه تازه ای بود یا نمیشه گفت اینو برای که ببینیم بعدی خوری برگردیم خانواده ای کندی رو نگاه کنیم ببینیم اصلا از چه خانواده ای آمده بود به خاطر اینکه حالا در مورد همه این مهمه در مورد کندی شاید مهمتر از همه هم باشه یا بیشتر از بقیه هم مهم باشه به خاطر اینکه خانواده ای کندی همون موقعی که از ثروتمندترین خانواده های آمریکا هستن اینا اصالتشون ایرلندی بابا باباش و مادر بزرگ باباش اینا در قرن 19 میلادی از قحطی ایرلند فرار کردن آمدن آمریکا قحطی ایرلند خیلی ها رو فراری داد از ایرلند دیگه شکلتون هم اگه تو چنل بی باشین از همون فرار کردن باباش اینا رفتن انگلیس اینا آمدن بوستون کاتولیک هم بودن و اون موقع پروتستانا خودشون از کاتولیکا جدا میکردن خیلی کاتولیکا رو تو بازی نمی آوردن ولی این خانواده اونجا کار کردن و پیشرفت کردن و اینا باباش یعنی بابا بزرگ کندی شد شهردار بستون بابای کندی هم که بهش میگیم کندی بزرگ در این ویدیو و آدم خیلی مهمی بود تاجر موفقی شد تو کار ملک بود در بازار فایننس بود بازار مالی بود تو تولید فیلم سرمایه گذاری میکرد آدم واقعا ثروتمندی بود انقدری که وقتی که مرد در 1969 مرد البته ولی وقتی که مرد 500 میلیون دلار ثروتش بود به پول امروز میشه 3.5 میلیارد دلار آدم ثروتمندی حساب میشه و البته به جز پولداری در سیاست هم بود هم جاه طلب بود و اصلا میگن که میخواست رئیس جمهور بشه خودش که حالا میگیم چی شد که دیگه نشد و هم اینکه بود در سیاست بود و به روزولت اتفاقا خیلی نزدیک بود در یه دورهایی پس کندی خانواده ای داشت ایرلندی تبار کاتولیک پولدار قدرتمند و بزرگ ده تا بچه داشتن پسر بزرگ. جو کندی بود پسر دوم همین جان کندی بود تو خونه عوض جکس داشت میکردن کی به دنیا آمد کندی؟ در 1917 1917 سال مهمیه در تاریخ دنیا سال مهمیه 1917 نه به خاطر اینکه کندی توش به دنیا آمد به خاطر اینکه وسط جنگ جهانی اوله دیگه 1917 اون سالیه که در روسیه انقلاب شد و روسا دیگه کشیدن از جنگ بیرون امپراتوری تزارها در روسیه بر افتاد و گروه جدیدی که در شوروی اومدن سر کار دیگه در جنگ نمیخواستن شرکت کنن اصلا اولش که اصلا موقت و فلان اینا و خلاصه روسیه اصلا از جنگ آمد بیرون و 1917 سالیه که آمریکا رفت توی جنگ آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد و افتاد توی مسیری که قدرت بزرگ جهانی شد و اصلا بعدا هم که دیگه ابرقدرت دنیا شد دیگه در ایران قاجاری اواخر ایران قاجاری تو همین نیم قرنی هم که کندی زندگی میکنه این تغییر آمریکا اتفاق میفته خیلی دوران جالب و مهمیه قرن بیستم اگه مثلا بگیم قرن آمریکا تا حد زیادی این قرن آمریکا از 1917 واقعا شروع میشه نشونش رو میتونیم همونجا بذاریم بچگیش هم اینطوری بود کندی که مریض شد خیلی در زندگیش خیلی درگیر مریضی و بیماری بود در کودکی هم مخملک گرفت احتمال میدادن بمیره بخش مهمی از زندگیش واقعا بیماریش بود هرچند تا وقتی زنده بود خیلی عموم از وضعیتش خبر نداشتند ولی یه بیماریایی داشت از کودکی داشت منتها خب کودکی خیلی خوشی هم داشت غم چندانی نداشت واقعا به جز بیماریش و باباش هم براش برنامه های بزرگی داشت البته در اصل برای داداش بزرگی داشت ولی همشون رو میخواست که اینم سیاستمدار برجسته ای بشه آدم سختگیری هم بود انتظارش هم ازش زیاد بود ولی توجه بیشتر روی داداش بزرگه بود سوگلی خانواده اون بود موفقترم بود جدی ترم بود دو سال بزرگتر از جانف کندی بود از این بعد من میگم کندی کندی که میگم داریم جی اف کیو میگیم کندی بزرگ که میگم باباشونو میگیم بقیه‌رم حالا یا میگم داداش بزرگه یا میگم داداش کوچیک کندی دنبال رفیق بازی بود بیشتر دنبال بازی و خوشی و تنیس و بسکتبال و فوتبال خیلی تو ورزش بال آمریکایی و گلف و اینا بازی میکرد کتابم البته میخوند تو مدرسه خیلی دنبال درس نبود دوست داشت انگلیسی رو دوست داشت تاریخ رو دوست داشت اینا رو خوب میخوند بقیه رو بیشتر سرسری میخوند بعد داداش بزرگ رفت هاروارد رفت هاروارد اینم دنبالش رفت هاروارد اونجا هم دوباره خیلی اهل ورزش و فوتبال آمریکایی و اینا میخواست مثل داداش بزرگی بشه یه روزی ولی وسط بازی کمرش آسیب دید یه جوری هم آسیب دید این مصدومیت مس... واقعا آسیب تا آخر عمر این مشکل کمر باهاش موند ولی در اون جوانی خلاصه آدمی بود فعال آدمی بود پر انرژی و جاه طلب که البته بگینگی زیر سایه برادر بزرگه مونده بود خونهشون خونه بود همیشه شلوغ کلی آدم بیاد و بره کلی اتفاقات هیجان انگیز توش بیفته خانواده ای که همش خب با همن همش تو تفریح خوشی اینا ولی گفتگوهای سیاسی با هم دیگه میکنن درباره سیاست تو این خونه زیاد صحبت میشه و بچه ها هم حالا هم خودشون نظر دارن و همین که فاز رو دارن میگیرن چرا خانواده خیلی سیاسیه از جمله به خاطر اینکه گفتیم باباشون در سیاست هست من یه جای شنیدم خیلی وقت پیش یا یکی از مستندایی که درباره مثلا کندی دیده بودم میگفتش که آمریکا که خانواده سلطنتی نداره که رویال فامیلی ندارن آمریکایی ها. ها دیگه نزدیکترین چیزیه که شاید در آمریکا تو بتونی به خانواده سلطنتی پیدا کنی نمیدونم چقدر حرف دقیقی راستش ولی تو ذهن من خیلی مون سلطنتی یا غیر سلطنتی آدم قدرتمندی بود کندی بزرگ در تجارت و البته در سیاست زمان روزولت روزولتی که دوازده سال رئیس جمهور بود ایشون قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه سفیر آمریکا شد در انگلستان مهم دیگه سفیر آمریکا در کشور خیلی مهمی در زمان خیلی مهمی 1937 جنگ هنوز رسما شروع نشده هیتلر ولی در قدرت بوی جنگ در اروپا همچی بگینگی بلند شده در, در یه چیزهایی فکرشون مشترکه هیتلر و کندی بزرگ مهمترینش اینه که با یهودی ها مشکل دارن جفته شد آدم پیچیده بود البته واقعا شهرت پیچیده هم در تاریخ داره ولی حالا یا متاثر از یه سری چیزهای کاتولیکیش یا به خاطر مسائل بیزنسی یه جست ضد یهودی داشت خود کندی وقتی که رفت آلمان 1934 مسافرت رفته بود اروپا یاد داشته که اون موقع یه توش هست درباره این که آره همه تجارت دست یهودیاست قضاوت دست و وکلا همه یهودیان اقدی حرکتی باید بشه و از این حرفا تو یادداشت‌های کندی هم هست ولی باباش مسئلهش فقط این نبود باباش قبل از جنگ مدارهایی بودن کلا که میخواستن که یک توافقی بشه با هیتلر هیتلر به یه شکلی راضی بشه جلوی جاه گرفته بشه و جنگ نشه جلوی جنگ و اینطوری بگیریم همه جای اروپا بودن در آمریکا هم بودن در خود انگلیس هم بودن کندی بزرگی هم از اونها بود فکر میکرد که اگر جنگ بالا بگیره و پای آمریکا بهش باز بشه اونطوری که در جنگ جهانی اول شده بود برای آمریکا بده آمریکایی که دنبال آرمانهای آزادی و اینا یه همچین چیزی براش خطرناکه البته احتمالاً یه چشمش به این بود که برای سرمایه گذاری ها و کارهای تجاری خودش و شرکاش هم خوب نیست. در این زمینه البته به نظر میرسه کندی موافق و هم نظر باباش نبود و هیتلر رو آدم خطرناکی میده به قدرت رسیدنش رو خطرناک میدید و میدونست از همون موقع ها شاید بشه گفت که داره مسیر فکریش رو از پدرش خورده جدا پیش می بره یه نظرهایی هست مثلا زندگی نویسش میگفتش که شبیهتر اصلا به مادرش مادرش خیلی کتاب خونه دیده تاریخی داره و اینا کندی هم یه خورده به اون برده کنجکاوی فکری داره تاریخ اروپا رو با علاقه میخونه جنگ چطوری شروع میشه چطوری میشه صلح میشه به این سالهای مهم سیاسی تاریخی خلاصه علاقه داره چند تا سفرم میره اروپا قبل از اینکه باباش سفیر بشه میره بعد زمانی که باباش سفیره و کندی در هاروارده هم یه مدتی اجازه مرخصی چیزی میگیره میره اونجا میره اصلا پیش باباش میمونه بعد میره دور اروپا رو یه خورده ای میچرخه خیلی از این جاهایی که در سالهای آینده جاهای مهمی میشن تو اخبار جنگ توی موضوع جنگ مناطق جنگی میشن اینا رو قبلش کندی دیده از جمله در آلمان به عنوان مرد جوون 29 ساله ای علاقمند و کنجکاو اومده اروپا رو گشته دیده هیتلر وقتی که میره چکوسلاواکی رو میگیره سر وقتی چکوسلاواکی میره یه عده ای هستن که کندی بزرگ جزء اوناست طرفدار اینن که مذاکره کنیم باهاش این چیزی که میخواد بهش بدیم دست از سر اروپا ورداره این کارا دیگه رهبران فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و آلمان جمع میشن بدون حضور چکسلواکی میدن منطقه رو به آلمان الحاق میشه به آلمان که در عوض هیتلر بی خیال جنگ بشه. کندی اون موقع نبود آل، انگلیس دیگه برگشته بود آمریکا ولی دید از دور دید که باباش به چمبرلند نخست وزیر بریتانیا تبریک گفت که آفرین شما تونستی جهان رو از خطر یک جنگ بزرگ دیگه نجات بدی. اینجا کندی از دانشگاه اجازه گرفت بره اروپا درباره روابط سیاسی در اروپا و اینا تحقیق کنه که بتونه پایان نامش رو بنویسه آمد اروپا و البته که هیتلر سر قولش نموند و جنگ رو شروع کرد و یه هفته مثلا قبل از اینکه جنگ شروع بشه کندی اصلا برلین خودش داره نگاه میکنه خیلی سفرهای آموزنده ای داره در موقع خیلی مهمی و اصلا کم کم نظرش درباره نقش آمریکا در سیاست جهان عوض میشه آمریکایا ها البته فقط هم کندی نیست دیگه خیلی ها دارن اینطوری میشن در جامعه آمریکا خیلی دارن از اون نگاه آیزولیشنیستی نگاه انزوا طلبی که وجود داشته فاصله میگیرن کندی بزرگی هم اون نگاهو داشته ما باید کاری به کاری اروپا یا نداشته باشیم بزنیم اونا خودشون رو بکنن ما بیزنس خودمون حواسمون بهش باشه ولی در آمریکای روزولت کل جامعه داره این تغییر رو میکنه مرکز سقل افکار عمومی آمریکا داره بیشتر طرفدار مداخله میشه یکیشون هم همین کندی جوانه البته سفره رو میره و پایان نامه هم بعدا کتاب میشه منتشرش میکنه Why England Slept چرا انگلیس جاموند قبلمون کتابش منتشر میکنه کتاب درباره اینه که چرا انگلیس آماده نبود برای مواجهه با آلمان نازی کم کم اینجا یه بخشی از شخصیت جان اف کندی که بعد رئیس جمهور میشه داره شکل میگیره جوانی خوشفکر جاه طلب ریزبین با قوه استدلال قوی که عبایی هم نداره از اینکه خودش رو بذاره در معرض قضاوت افکار عمومی بر همینی که وقتی میره تحقیق میکنه مثلا میره کتاب مینویسه میگه نظرات من این آدمی که خیلی تجربه ای نداره جنگ ولی شروع میشه کندی بزرگ گفتم خودش خیلیا میگن میخواست رئیس جمهور بشه بشه اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا ولی با اون برنامه هایی که دیگه زمان سفارتش شد و کسبیده شد اسمش به مثلا کسایی که در برابر هیتلر کوتاه آمدن و ساده له بودن و اینا دیگه عملا کریر سیاسی براش نمود کنسل شد خودش فهمید اون برنامه به جایی نخواهد رسید این انگ واقعا خوشبینی و از در اشتباه وارد معامله با هیتلر شدن چیزی نیست که آدم بتونه از بدنامیش در بیاد دیگه ولی خب برای پسراش برنامه داشت جنگ که شروع شد هر دو پسر و بزرگ خانواده رفتن به جنگ به همونطوری که چهار تا پسر روزولت هم رفتن روزولت که میگفت بچه های شما رو به جنگ نمیفرستیم وقتی جنگ شد چهار تا پسر خودش هم رفتن جنگ کندی البته گفتیم از کودکی بیماری داشت جسم نحیفی داشت اول گفتن معاف از رزم نمیتونه بره و اینا ولی واقعا رفت تلاش کرد بدنشو آماده کرد که وارد جنگ بشه و رفت تو جنگ رفت تو نیروی دریایی یه جایی در اقیانوس آرام اونجا مستقر بود و با ژاپنیا در واقع درگیر بود یک اپیزود قهرمانانه ای هم داره در جنگ نزدیک جزایر سلیمان یه شبی قایقیا ژاپونیا حمله میکنن به قایقشون قایق تیکه میشه دو نفر کشته میشن کندی مسئول ایناست اینا نیروهای تحت فرمان کندی هستن و خیلی انگار اونجا از خودش رشادت نشون میده یکی از افرادش رو نجات میده شناکنان با خودش برمیگردونه تو قایق شناگر خوبی بوده البته یه بار دیگه با دو تا دیگه از آدماش فکر میکنم میرن دو تای دیگه رو که خی خیلی خوب نبودن در شنا اینا میکشن و حل میدن و میرسونن با خودشون به خشکی باز دوباره کندی تنهایی میزنه به آب میره شنا میکنه که کمک بیاره دردسر ندم مفصل داستانش رو گفتن خیلی از خودش خلاصه شجاعت اونجا نشون میده در اون عملیات نجات بارها میکشه همرزمانش رو در شرایط سخت شنا میکنه از این جزیره به اون جزیره اینا خلاصه پیغام کمک رو مینویسه روی یه پوست نارگیلی و میرسونن خودشون رو افرو به افراد نجات دهنده داستان مهمی میشه گزارش میشه ازش میره تو نیویورکر مفصل و نشون میده یه سری توانایی رهبری داره حالا احتمالا هم به دیگرانی خود نشون میده هم خودش یه منبع اعتماد به نفسی میشه تونسته جون افرادش رو حفظ کنه کار خوبی انجام بده در حفاظت از جون, جون تعداد زیادی از افرادش و دیده که میتونم خودش هم دیده که توانای رهبری رو داره نقطه برجسته یه در کارنامهش مدال افتخار و رشادت و اینا هم به خاطرش میگیره منتها این تنها کندی نبود که در جنگ بود یه گفتیم داداش بزرگی هم تو جنگ بود اونم یک مأموریت پر ریسکی شرکت کرد در نیروی هوایی که البته ازش جان سالم به در نبرد یعنی دوتا برادر سرنوشت متفاوتی پیدا کردن داداش بزرگی که باباشون امید داشت که حالا خودش که نتونسته رئیس جمهور بشه اینو بتونه بفرسته بالا از جنگ برنگشت و کندی که تقریبا همیشه تا اون موقع در سایه برادرش بود در درس و ورزش و همه چی از جنگ برگشت آسیب دیده ولی قهرمان به جز این که توانایی نشون داد این تجربهش در جنگ یه کاری هم به نظر میرسه باهاش کرد نگاه این آدم رو به جنگ شکل داد یه طوری شد که کلا خیلی به راه نظامی خوشبین نبود اینو تا آخر زندگی سیاسیش هم میشه دید از اون سیاست مدارایی شد که خیلی خوشبین نیستن که مشکلات سیاسی رو بشه با راه نظامی حل کرد تو تصمیم گیریاش واقعا رد این رو میشه دید حالا میرسیم به اون بریم ببینیم اصلا چطوری رسید به اون نقطه بالای سیاست در آمریکا کندی و انتخاباتایی که توش شرکت کرد چون اینا هم داستان جالبیه کندی خیلی رقابتی بود در هر انتخاباتیش اصلا شرکت که میکرد همه تعجب میکردن که این نامزد شده چه برسه که مثلا بخوان امید داشته باشن که پیروز بشه جوون بود اوایل خیلی خوش صحبت هم نبود تون تون حرف میزد در مقابل کسایی میرفت مثلا وارد رقابت میشد که سابقه سیاسی زیاد داشتن برای سنا که مثلا نامزد شد چهره سیاست مدار هم نشد. بچه سال میزد هنوز مریض هم بود به خاطر مریضی لاغر بود کتش به تنش زار میزد میدونستان از همون اواخر دهه چهل خانوادهش میدونستان که بیماری نادری داره به نام ادیسون دیزیز قده های تنظیم کننده متابولیسمش و فشار خونش تحت تاثیر هستند هورمون کافی تولید نمیکنه بدنش خستگی مزمن داره کاهش وزن داره ضعف عضلات داره کمردر داره مشکلات گوارشی داره آلرژی داره آمپولای استرویدی میزد چهرهش میدونست که نباید چهره نزاری باشه نباید به عنوان ایک کسی شناخته بشه که بیماری مزمن داره وقتی اونطوری میخواد وارد سیاست بشه ولی میشد که از پا بیفته میشد که از پا بیفته و اون موقع پر پر میکردن خانوادهش رو که او این قهرمان ملی ما به خاطر صدماتی که در جنگ دیده داره با عواقب اون دست و پنجه نرم میکنه و اینا خیلی زیاد کار رسانه ای رو جدی میگرفتن خانوادهش خیلی زیاد و البته میتونستمن یعنی هم دسترسی داشتن هم رو داشتن که اون تصویری رو که میخوان بسازن بتونن بسازن این تا مدت ها بعدم ادامه داشت خودشم با بیماری میجنگید با حریفان قدرتمندش هم در انتخابات مختلف میجنگید با اراده زیاد واقعا با اراده خیلی زیاد و البته با پول تقریبا نامحدود پدرش در هر انتخاباتی که وارد میشد با پول خیلی زیادی تبلیغ میکرد منتها تبلیغ کردن اونطوری فقط پول نیست دیگه یعنی تورایی که میرفت اینو درباره کمپین های مختلفش میگن هر کمپینی رو چه برای کنگره چه سنا چه ریاست جمهوری میگن زودتر از بقیه شروع میکرد که البته خب چون پول داشت یه بخشش اینه که چون پول داشت میتونست ولی بسیار هم سخت کار میکرد خیلی زیاد و سنگین میگن کمپین میکرد حتی از نظر فیزیکی و جسمی کاری که میکرد 17 ساعت 18 ساعت در روز سر پا بودن خونه به خونه رفتن اینا کارهای سختیه که میگن خیلی خوب تو اون دوره انجام میده منتها وقتی که میرسید به وقتی برنده میشد انتخاباتو چه وقتی که به کنگره رفت چه وقتی که در سنا رفت خیلی نماینده درخشان و پردستاوردی نشد اسمی برای خودش دست و پا کرد مخصوصا یه دوره مثلا نامزد معاونت ریاست جمهوری شد توی انتخاباتی که آیزنهاور برنده شد توی مقدماتی دموکرات شکست خود اصلا به انتخابات نهایی نرسیدن ولی اونجا یه اسمی برای خودش مطرح کرد الان خوش صحبتم شده بود خوش قیافه بود اثرگذار میتونست بشه اسمشو انداخت رو زبونا یه چیز دیگه که اسمشو موقع انداخت رو زبونا ازدواج کرده بود تو همون کانونشنی که به عنوان معاون رئیس جمهور رفت و شکست خورد نرسید به جایی همسرش حامله هم بود اونم توجه جلب میکرد اونم زن جوانی بود قشنگ بود حالا از همسرش گفتیم خود از زندگی شخصیش بگیم زندگی شخصی آدما مثلا ممکن بگیم خیلی با ما رفت نداره و اینا زندگی شخصی همه رئیس جمهور رو ما اینطوری واردش نمیشیم ولی دوره کندی مخصوصا بعد از مرگش که ابعاد زندگی شخصیش خورده معلوم تر شد برای جامعه آمریکا داستانی شد که واقعا بر سر هر بازاری بود و هست کندی ومنایزر بود جور دیگری نمیشه گفت واقعا تو فارسی گاهی میگن زنباره که،, که یه جوریه واقعا کلامش من راحت نیستم باش گاهی میگن خانوم باز که اون دیگه خیلی به نظرم یه جوریه ولی واقعتش اینه که خب به همسرش بارها خیانت میکن از قبل از اینکه ازدواج کنن وقتی که وارد چیز رابطه شده بودن با آدم دیگه بود و تا بعد از ازدواج و تا آخر عمرش این برنامه رو ادامه میداد از این نظرم انگار رهرو راه پدرش بود البته زن براش باز اینو من از زندگی نامه نویسش شنیدم می گفت یک چیزی بود که باید تسخیر بشه این نگاهش اینطوری بود بزن دوست داشت جاکلین کندی رو دوست داشت واقعا خوشش می ازش هم زن خوشگلی بود هم باهوش بود هم جذاب بود هم بامزه بود ولی اونو میخواست در کنارش برنامه های خودش هم میخواست ادامه بده دیده بود که جاکلین چه شخصیت جذابی داره نویسنده بود عکاس بود ویراستار بود و البته اونم میدونست که این با زنان متعددی رابطه داره ولی اون هم آدم جاه‌طلبی بود و البته خطرها رو هم دست کم میگرفت <applause> well, <تصفح> بعد از ازدواجشون اینا کم کم تبدیل شدن به زوجی که دیگه عکسشون روی مجله های مختلف میرفت هم روابط مطبوعاتیشون خوب بود واقعا میشناختن هم هزینه میکردن این تصویر رو ساختن و بخش زیادیش خودشون فعالانه توش بودن شاکی بود البته جاکلین یه وقتهایی از روابط متعدد کندی و از خلق تندش منتها جلوی دوربین همیشه گرم و صمیمی و لبخند بزنن و شدن سلبریتی محبوب آمریکایی یه زوج پولدار موفق خوشگل جوون که به رویای آمریکایی رسیدن الگو هستن از همه نظر توجه بهشون میشه یه همچین آدمی خلاصه با یه همچین زمینه شخصی و خانوادگی و در یه همچین دنیایی میاد میشه رئیس جمهور کی داره رئیس جمهور میشه بعد از آیزنهاور رئیس جمهور میشه توی آمریکایی که روزولت جنگ جهانی دوم رو پیش برده ترومن آمده جنگ رو تمام کرده بعد آیزنهاور ژنرال پیروز جنگ جهانی دوم اومده رئیس جمهور شده 8 سال رئیس جمهور بوده حالا داره میره کنار کندی دموکرات میخواد بیاد جاش رو بگیره البته قبل از اینکه برسه به رقابت نهایی تو همون مقدماتی تو دموکرات ها رقیب قدرتمندی داره جانسون که بعدا رئیس جمهور آمریکا میشه خودش هم سناتور قدرتمند تگزاس اون موقع رهبر حزب دموکرات هم هست در کنگره اینجا کندی دیگه داره از برادرش خیلی کمک میگیره رابرت کندی بابی کندی مدیر کمپینش هم هست تو این انتخابات تا آخر عمر سیاسی تا آخر عمر کندی هم در نظر سیاسی همیشه کنارش هست به کمک بابی موفق شد که و البته با تلاش خیلی زیاد موفق شد که جانسون رو در انتخابات شکست بده البته تو همون انتخاباتی که جانسون رو شکست داد تگزاس رو بهش باخت تو مقدماتی تگزاس رو باخت و میدونست که اگه رأی تگزاس رو نداشته باشه واقعا در انتخابات نهایی هم شانس زیادی نخواهد داشت بن همین هم اونجا تماس گرفت با جانسون و گفتش که تو بیا بشو معاون من تو بشو معاون رئیس جمهور و اینطوری رأی تگزاس رو برای خودش در واقع تونست بگیره چون رأی جانسون اونجا خیلی زیاد بود و همین معاونت میدونید نهایتا جانسون رو به ریاست جمهوری هم رسوند دیگه این ولی مقدماتی بود تو دور نهایی با کی سرشاخ شد باز با کسی که بعدا رئیس جمهور شد با نیکسون نیکسون که معاون آیزنهاور بود و به عنوان نامزد جمهوری خواه ها آمده بود نیکسون و کندی تقریبا هم نسلم بودن با هم سنا بودن حتی یه سفرهایی با هم رفته بودن فکر کنم توی کوپه قطار مثلا با هم رفته بودن مسافرت زمان سناتوری انتخاباتی بود برای کندی که فرصتی بود که حالا اون تصویری رو که سالها روش کار کرده بود میخواست نشون بده جوون با انگیزه جاه طلب سالها سخنرانی کرده گفتم خوش صحبت شده در برابر نماینده آمریکای دوره سفت و سخت جنگ سرد چون نیکسون نماد ادامه وضع موجود آیزنهاور دیگه اولین باری هم این انتخابات که پخش تلویزیونی داره مناظره ها اولین پخش تلویزیونی اولین مناظره تلویزیونی تاریخ انتخابات آمریکاست جلوی دوربین کندی مسلط با لبخند صحبت میکنه میفرسته نیکسون رو گوشه رینگ چند بار حمله میکنه بهش بهش میگه که سیاست های شما در جنگ سرد شکست خورده و جلوی دوربین میبینی که نیکسون جلوی پروژکتور و داغه و همه این حرفها راحت نیست خیلی این تو تلویزیون خودشون نشون میده. ده. تو نظر سنجی هایی که بعد مناظره کردن بیننده های تلویزیون قاطع گفتن که کندی برنده مناظره بود رادیو یا میگفتن نیکسون کمی بهتر بود اونا تصویر رو نیده بودن و تصویر کار خودش رو کرد تو این تو این انتخابات واقعا اونطوری که کندی سالها بود داشت میگفت انگار آمریکا نیاز داشت به یک نسل جدید به یک چهره تازه که به مردم امید بده که این دوران جنگ سرد هم درسته که دوران سختیه ولی ما برنده ازش میایم بیرون باید این کار بکنیم سیاست های تازه داشته باشیم و از یه طرف این نقطه ضعف هم هستن یعنی شما میتونید اینطوری هم بهش نگاه کنی که جنگ سرد وسط جنگی حالا برفرض عقب هم هستی اگر اصلا این عقب بودن کاملا درست باشه عقب هم هستی یه آدم بی تجربه جوون تازه کار اینا این چطوری میشه بهش اعتماد کرد منتها همین چیزایی که میتونست نقطه ضعفش بشه شد برگ برندش بچه سال میزد حاشیه زیاد داشت کم سابقه بود ولی دوران گذاره دیگه دوران گذاره اتفاقا آمریکا یک رئیس جمهوری میخواست شاید که شبیه هیچ کنار رئیس جمهورهای قبلیش نباشه و کندی نبود پروتستان نبود رگوریشش ایرلندی بود اینا همه ماده خام بود براش که بتونه خودشو به عنوان چهره تازه جا بندازه کاتولیک بود سنتی رأی خیلی از آمریکایی‌ها رو نمیتونست داشته باشه ولی به جای اینکه بره از مذهبش دفاع کنه بگه نه مثلا کاتولیک هم که هستیم ما خوب و اینا به آمریکایا گفت مسئله آمریکایی نیست که رئیس جمهورش کدوم کلیسا میره آمریکا باید به آز چشمش بدوزه به آزادی به آینده چشم بدوزه به جدایی دولت از کلیسا چشم بدوزه دیگه کدوم کلیسا میره اهمیتی نداره که رقابت ریاست جمهوری خیلی هم نزدیک و تنگاتنگ بود واقعا معلوم نبود کندی میبره یا نیکسون میبره و انتخاباتی بود که توش یه موضوع مهم چی بود موضوع مبارزات حقوق مدنی برای سیاهان مخصوصا ظهور مارتین لوتر کینگ بود اون دوره نه کندی نه نیکسون هیچ کدوم موضعشون رو شفاف نمیکردن. سر موضوع حقوق سیاه پوستان چون معلوم نبود جامعه کجا ایستاده هم مطمئن نبودن جامعه کجا ایستاده و نمیتونستن تصمیم بگیرن که اگه به پرند دو پا وسط مثلا حمایت بکنن این براشون بیشتر نفت داره یا ضرر داره شروع جنبش رو میدونیم کم و بیش دیگه یه دادگاهی رأی داده بود که جداسازی لغو بشه چون تا اون موقع جداسازی بود دیگه مدرسه جدا این جدا رستوران جدا فلان اتوبوس جدا دادگاه رأی داده بودن که اینا جدا بشن جداسازی ببخشید لغو بشه ولی خیلی از ایالت ها زیر بار نمی رفتن و این شروعی شد بر اعتراضات که چرا دولت فدرال دست به کار نمیشه چرا دولت فدرال وارد نمیشه که حکم دادگاه رو جاری بکنه چرا اجازه میده بعضی از ایالت ها نقض کنن این قانون رو دولت فدرال دخالت کنه یعنی چی خب همه جامعه که نمیخوان که اینو در جامعه یک گروهی از سفیدا هستن که مشکل دارن میخوان اون جدا سازی ادامه پیدا بکنه میخوان کماکان همین بمونه و اگه رئیس جمهوری بیاد بگی که نه یه کاندیدای جمهوری بیاد بگه که نه من میخوام دولت دخالت کنه برای اعمال این حق یعنی داره رأی یک گروهی از سفیدپوستای راستگراتر رو از دست میده و این رو کندی حاضر نبود چنین ریسکی بکنه نزدیکتر به انتخابات میشدیم هیچ کدومشون شفاف صحبت نمیکردن یک ماه مونده بود به انتخابات مارتین لوتر کینگ دستگیر شد کندی میدونست رأی سیاه ها رو لازم داره واقعا کافی نیست که مثلا حالا آیزنهاور هیچ کار نکرده این کافی نیست که اینا بیان به کندی رای بدن کندی باید در مقابل یه چیز جذابی رو کنه کندی سفید بچه پولداری که نسلا در نسل در سیاست آمریکا بوده و کسایی که در سیاست آمریکا بودن نسل در نسل در واقع کسایی که مسئله سیاهان رو نادیده گرفتن این همینطوری نیست که چون قبلی کاری نکرده مثلا کردیت این بتونه بگیره اینجا دستگیری ماتین لوترکینگ براش فرصت خوبی بود برای کندی که بتونه خودی نشون بده و فکر کرد و تصمیم گرفت که یه ریسکی بکنه به داداشش گفت زنگ بزنه به قاضی و یه جوری قاضی رو راضی کنه که آزاد کنن لوترکینگ رو و خودش هم زنگ زد به همسرش و گفت من متاسفم یه همدردی و همدلی کرد به این امید که این یک هولی به رأیش بده چون انتخابات واقعا انتخابات نزدیکی بود انقدر این نزدیک بود انتخابات که بعد از اینکه تمام شد شبش کندی میخواست به خوابه نمیدونست برده یا نبرده 100 سال بود که آمریکا انتخاباتی انقدر نزدیک نداشت آخرش هم لب مرزی بود صد و دوازده هزار تا رای دونه رای از, از نیکسون بیشتر آورد ایالتی نگاه کنید تعداد ایالت که نیکسون برد بیشتر بود ولی کندی ایالت های مهمتری رو برد و البته مرزی هم برد تگزاس رو گفتیم با حمایت جانسون برد با اختلاف 46 هزار رای و 24 تا رای الکترال در واقع جلو افتاد در واقع اون مانوری که داده بود سر دستگیری مارتین لوتر کینگ اون براش یه مقدار رای آورد و باعث شد که بتونه برنده بشه برنده شد جان فیتس جرالد کندی شد 35 رئیس جمهور آمریکایی که از جوان ترین رئیس جمهورای تاریخ آمریکا و البته اونطوری که حالا بعدن میبینیم جوان مرگ ترین رئیس جمهور آمریکا هم شد کی در 1961 رئیس جمهور شد 1961 دنیا در چه وضعیه؟ اروپا همچنان داره ویرانه های بعد از جنگ رو میسازه جنگ جهانی دوم 15 سال تموم شده ولی خب طبعاتش هنوز هست جنگ سردم در جریانه تنش هم بالاست تهدید هسته ای هست در شوروی خورشچوف رهبره استالین زودایی در جریانه دیگه اون استالین که همه ازش ترسن نیست و یه خورده آدم‌ها دارن علیه اون دور علیه بعضی سیاست های اون دوره صحبت میکنن ما او در چین هست و داره اون جهش بزرگ رو پیش میبره یه برنامه ای که داشت برای صنعتی کردن و مدرن کردن چین توی این ویدیو گفتیم همون برنامه هم بود که میلیون ها چینی رو به کشتن داد دیگه چه خبره در آفریقا وقتی که کندی میاد در آفریقا کشورها دارن مستقل میشن از استعمار یکی یکی میان بیرون در خاورمیانه تنش سر فلسطین و اسرائیل اون موقع بین دو اسرائیل و کشورهای عربی بالاست و در ایران هم اون موقع از 28 مرداد سرنگونی مصدق یک یک دهه میگذره از زمانی که شاه به کمک آمریکا و انگلیس به قدرت برگشته دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایرانه که در دهه چهل دیگه خیلی موفق میشه و جواب خیلی خوبی هم از سیاستاش میگیره از نظر سیاسی ولی سیستم بسته است کاملا نخست وزیرا کسایان مثل اقبال و شریف امامی و اینها یعنی کنترل کلا و کاملا رفته دست شاه حالا برمیگردیم به رابطه کندی و ایران و شاه و اینا هم جلوتر برمیگردیم اینا فقط برای این بود که بدونیم کجای تایملاین تاریخ هستیم وقتی که کندی رئیس جمهور میشه حالا نگاه کنیم به چند تا اتفاقهای مهم دوران کندی که واقعا تا امروز همچنان اینا هستند که تا میگیم کندی یادمون میفته اوکی هایلایتاش این چند تا اتفاق بود برگردیم به این چند تا هم یک نگاههایی بندازیم بی آف پیکس خلیج خوکها این در دوره کوتاه ریاست جمهوری کندی چند تا اتفاق برجسته است این یکی از اوناست اول از همه در واقع اینه ماجرای خلیج خوکها برمیگرده به داستانی بین آمریکا و کوبا یا یه خود کلیتر بخوایم ببینیم رابطه آمریکا و شوروی و متحدان شوروی و جنگ سرد داستان کوبا چیه سال 59 در کوبا انقلاب شده فیدل کاسترو رهبر چپگرای انقلاب کوبا شده رهبر کوبا کوبا کجاست اینجا بیخ گوش آمریکا در اوج جنگ سرد کوبا شده متحد شوروی در واقع و خود کاسترو هم کم نمیذاره در نفرت ورزی به آمریکا و اعلام دشمنی کسب و کارهایی رو که در اختیار آمریکایی‌هاس ملی میکنه با شوروی ساخت و باخت میکنه و آمریکایی‌ها میترسن آیز انقدی ای که آیزنهاور برنامه های مختلفی میریزه برای اینکه قبل از اینکه اصلا قدرت کاسترو تثبیت بشه دولتشو بندازن که یک متحد شوروی کنار آمریکا نباشه چیکار میکنن یه برنامه که میزنن اینه که 1500 تا کوبایی تبعیدی در آمریکا مخالفین کاسترو که در آمریکا بودن رو اینا رو تمرین میدن آماده میکنن که اینا حمله کنن برن کوبا رو بگیرن بریزن تو بعد مردمم از داخل حمایت کنن دولت کاسترو رو بندازن این تریه که CIA در زمان آیزنهاور میچینه و آماده میکنه کندی که رئیس جمهور میشه ای این ترح رو میارن میذارن رومیز میگن آقا ما این برنامه رو گذاشتیم در زمان کندی هم میبرن جلوتر تکمیلش میکنن و میرن برای اجرا اجرا میکنن در 1961 و شکست میخورن شکست تحقیرآمیزی میخورن پشتیبانی هم هوایی آمریکا یا ضعیف ناکافیه حرف زیاده واقعا حالا چرا چون کندی نمیخواست آمریکا دخالت مستقیم کنه، نگران بود نتونن عواقبش رو کنترل کنن کوبا به هر حال متحد شوروی بود از نظر قدرت نظامی ترسناک بود موشکای شوروی بمب اتم اینا شوخی نبود حتی ارتش آمریکا مطمئن نبود که بتونه جلوی ضد هوایی های کوبا انگار مقاومت بکنه یا نکنه خلاص نیروهای کوبایی وقتی که وارد خاک کوبا شدن نه تنها پشتیبانی آمریکایی ها رو نداشتن اونجا هم به جای اینکه مردم بیان استقبالشون تانک های کاسترو مدن استقبالشون و تارومارشون کردن کلا برنامه ریزی واقعا برنامه ریزیش پر خطا بود اجراش هم ضعیف بود یعنی یه رسوایی بزرگی شد در داستان آمریکای قرن بیستم پای این کوبایی های بیرون از کشور به ساحل نرسید نیروهای هوایی کوبا کلیاشون رو کشتن و اینطوری اولین چالش جدی کندی در جنگ سرد شکست مفتزهانه ای خورد آمریکا تحقیر شد و کندی هم مسئولیت اشتباه رو پذیرفت یه چیزی گفت در تاریخ موند گفت پیروزی هزار تا پدر داره شکست یتیمه و حرف درستی هم بود این شکستی هم بود که کندی رو رسوند به اینجا که به مشاورین ای و اینا خیلی اعتماد نکنه به سیاستمدارای کهنکار آمریکایی بدبین شد قبلا هم خیلی خوشبین نبود بهشون بدبین هم شد به این به این رسید که بعد به همونای اعتماد کنه که همیشه بهشون اعتماد میکرده که کی بشه که خانوادهش بشه رابرت بابی کندی برادر کوچیکه رو که کمپینش رو هم مدیریت کرده بود دیگه از اینجا به بعد آورد کرد دست راست خودش انگار واقعا دو تا برادر با هم رئیس جمهور آمریکا هست کندی اونیه که کاریزما داره چهره داره برای دوره تازه آمریکا بابی کندی اونیه که مذاکرات سخت رو پیش میبره درتی ورک رو انجام میده و آخر سرنوشتشون هم دو برادر خیلی متفاوت از هم نشد دیگه چی از دوره کندی میشه گفت دیوار برلین دومین چالش اصلی کندی در جنگ سرد مسئله برلین بود مسئله آلمان بود داستان برلین رو قبلا گفتیم بعد جنگ جهانی برنده های جنگ آلمان رو تقسیم کردند به مناطق اشغالی مختلف فرانسه آمریکا بریتانیا بخش غربی رو گرفتن شوروی بخش شرقی رو گرفت برلین در کنترل شوروی بود ولی خود برلین هم آمدن تقسیمش کردن بعد تنش جنگ سرد بالا گرفت کنترل شوروی بر قسمت کمونیستی آلمان بیشتر شد سیل جمعیت از آلمان شرقی را افتادن به سمت آلمان غربی خورشچوف رئیس جمهور شوروی راضی نبود از این وضعیت در این شرایط کندی رفت اروپا می 61 کندی و ژاکلین تور اروپایی رو شروع کردن اول رفتن پاریس ستاره محافل هم جاکلین بود مردم پاریس آمده بودن اولین بانوی اول آمریکا رو ببینن در عصر تلویزیون که یک شخصیت صمیمی گرمی هم داشت فرانسرم هم مسلط بود واقعا همسرش رو برد زیر سایه خود کندی گفت من اینجا اومدم که جاکلین کندی رو همراهی کنم منتها این سفر پاریس نقطه اوجش نبود از نظر سیاسی نقطه اوجش در وین بود جایی که قرار بود خروشچوف رو ببینه و اونجا میگفت میرم با خروشچوف زبان مشترک پیدا میکنم تنش رو کم میکنیم خروشچوف ولی زبان مشترک کنیم نبود رفته بود مسئله برلین رو حل کنه به کندی گفت برین از برلین بیرون کندی گفتش که اگه این شما میخوای دیگه داریم درباره جنگ صحبت میکنیم دو روز مذاکره کردن و به جایی نرسیدن کهنه کارم بود مسخره میکرد انگار کندی رو کندی میدید تا حالا با آدم اینطوری روبرو نشده برگشت آمریکا حتی ظاهر سازی هم نکرد گفتش که نتونستم من به اون بنده ها به وعده هایی که داده بودم نتونستم حتی نزدیک بشم نه به پیشرفتی رسیدیم نه حتی با ادای پیشرفت مواجه شدیم هیچی به هیچی و دو ماه بعدم برلین در برلین دیوار ساختن خورشوف تا دیوار کشیدن کانال بکن و سیم خاردار و سرباز کشیک و راه رفت آمد بین دو طرف برلین رو خورشوف بست کندی میخواست با نرمی و سیاست مداری از جنگ دور بشه خورشوف گفت من میت میخوام بترسونم آمریکا رو واقعا هم شوخی نداشت مذاکره نمیشد کرد برای صلح بعدش بمب اتمش رو هم امتحان کرد که كنید... ام شوروی کندی همچنان تفره میرفت که مستقیم مواجه بشه با خورشوف نمیخواست سر برلین جنگ بشه بعد آمریکا هم سلاح هسته باره امتحان کرد. یک سال کندی رئیس جمهور بود. هم سر کوبا اونطوری رسوا شده بود. سر خلیج خوکا. هم با خروشچوف به جایی نرسیده بود. در واقع یعنی خطر جنگ بیشتر از قبل شده بود اگه کم نشده بود. سال اول ریاست جمهوریش پس اینطوری بود. اون رسوایی خلیج خوکا با کوبا با خروشچوف هم به جایی نرسید و خطر جنگ هم از همیشه بیشتر بود. چیزی گفتیم اول ویدیو درباره خانواده ای کندی و اینا واقعا در طول ریاست جمهوری هم نقش خانواده ای کندی نقش مهمی بود خانواده ای کندی کسایی بودن که تصمیم گرفتن چهرهش رو بازسازی کنن در واقع همون چهره تازه ای رو که وعده داده بود بسازن بیارن دوباره روی پرده جاکلین کندی شد نماد تغییرات شوهرش نماد تغییرات در آمریکا بود جاکلین کندی هم شد نماد تغییرات در کاخ سفید کاخ سفید رو بازسازی کرد دو میلیون دلار هزینه کردن دکوراسیون داخلی رو مجلل کنن جاهایی رو که خراب بود درست بکنن یه چیزی شبیه کاخ ورسای اینجا رو اونجا رو درست کنن بعد خودش یه برنامه یه ساعته گذاشت جلوی دوربین شبکه CBS تور کاخ سفید داد اولین تور تلویزیونی کاخ سفید 80 میلیون نفر برنامه رو دیدن واقعا یه تاریخ جامعه کاخ سفیدم هست برنامهش جالبه و جذاب کاملش رو میتونید ببینید تو این ویدیو تو یوتیوب هست جاکلین کندی جایزه امی برد بانوی اول آمریکا نقش پررنگی گرفته بود دیگه نقش پررنگ رسانه ای هم حالا داشت سفر رفت آسیا رفت با مقامات سیاسی دیدار میکرد جلوی صحنه بود واقعا به چند زبان صحبت میکرد سلیقه فشن جذابی داشت بانوی اول محبوبی بود و واقعا تا آخر عمرش محبوب موند محبوبیتش حتی بعد از مرگش بیشتر هم شد در سالهای اخیر هم محبوبیتش اگه نگاه کنی زیاد اما خود کندی رابطه رو ادامه میداد با سلبریتی ها و با شخصیت های صنعت سرگرمی مهمترینشون مهمترینشون که هنوز داستان خیلی معروفیه در تولد 45 سالگی رئیس جمهور آمریکا جانف کندی تولدت مبارک رو براش مرلین مونرو خوند کسی که اون موقع بمب سکسی آمریکا حساب میشد خیلی محبوب بود خیلی سر و صدا داشت و شایعه رابطهش با رئیس جمهور پیچیده بود همون موقعی که این آهنگ و خون تصویر کندی هم بالاخره آدم مرد جذاب دیگه خیلی موفق اینها اینو براش خون کندی رفت روی سن گفت دیگه من بعد از اینکه مری رو برام تولد مبارک خونده دیگه میتونم استعفا بدم از رئیس جمهوری کارمو کردم خیلی صحنه سختی بود برای جاکلین کندی اصلا نیومد به مراسم تولد فکر میکرد خب تصویر تحقیر کننده دیگه نیومد اون تصویری که برای برای سعی کرده بود بسازه رو میدونست میدون داره خراب میشه با یه همچین کاری اصول اخلاقیش زیر سوال داره میره و تهدید میگن کرد اونجا که گفت اگه این رابطه رو تمام نکنی قبل از اینکه انتخابات بشه من میرم و جدا میشم ازت و این دیگه واقعا امیدهای کندی رو برای انتخابات مجدد انتخاب مجدد ممکن بود که به باد بده واقعا کندی البته تمام کرد نمیخواست جاه طلبی سیاسیش رو فدا کنه رابطهش رو با ملی رو میگن که تمام کرد ولی رابطه مخفیانش با زنهای دیگه اینجوری اینجا تمام نشد و اینم فقط مسئله شخصی رخت خوابی نبود دیگه چون کسایی بودن که کندی باهاشون رابطه داشت و مثلا میگن که با سران مافیا هم رابطه داشت یا یه کس دیگه بود که کندی باهاش رابطه داشت جاسوس شوروی بوده میگه یعنی این روابط بعضیاش حالا البته دوری واقعا حرف یه خورده زیاده هم قطعی قطعی من نمیتونم بگم این اینو در نظر داشته باشیم ولی خب خیلی زیاد میگن آدمهای معتبرم میگن و این یعنی اینکه رابطه هاش ریسک های سیاسی امنیتی اطلاعاتی داشتن هیچ کسی من ندیدم که بگی که این اطلاعات مثلا منتقل شد این اتفاق افتاد از این کانال ولی درباره این که این آدما اون رابطه رو داشتن تقریبا دیگه اجماع هست داراش کوچیکم البته اینجا اسمش هست خیلی وقتا به عنوان کسی که باید بره این رسوایی ها رو علاج کنه بعض وقتا هم خودش شریک جرمه تا ایجای. ولی خلاصه اینا جزی از داستان کندیه که مخصوصا بعد از مرگش معروف تر شد یه چیزی من توی پادکست چنل بی گفتم درباره اون آقای جی ادگارد هوور تو پادکست اوکلاهوما گفتم که این آقا رئیس اف بی آی بود چندین دهه رئیس اف بی آی بود آدم بدنامی هم بود اینو میخواست کندی ورش داره ولی این مداره که محکم پسندی داشت علیه کندی و اینطوری باج کرد و شغلش رو حفظ کرد اونجا مفصلتر تعریف کردیم بالاخره فرمانده کل قوا در زمان جنگ سرد کارای خیلی پرریسکی کرده در رابطه بوده با کسانی که وصل میشن به دشمن بر همین حرف خیلی توش زیاد برگردیم این خلاصه قسمتی از داستان زندگی شخصیش بود ولی با معنی ها و عواقب و اثرات سیاسی دیگه چی داریم از دوره کندی داستان موشک های شوروی در کوبا رو داریم یعنی دوباره باید برگردیم به سیاست خارجی و روابط بین الملل بگردیم به چیزی که اوج دوران ریاست جمهوری کنیدیه بحران موشکی کوبا دوباره کوبا چی بود قصه شوروی یه سری موشک دوربرد آورد مستقر کرد در کوبا بیخ گوش آمریکا آمریکا همین که کاسترو اونجا بود بازم سعی کرد کاسترو رو ورداره با حمله ورداره نشد با ترور سعی کرد ورش داره نشد حالا خروشچوف ورشته بود موشک آورده بود در 500 کیلومتری ساحل آمریکا گذاشته بود گزارش آمریکایی‌ها میگفت این موشک ها آرایش حمله ای دارن می میگفت نه اینا دفاعی هستن ولی به هر خطر جنگ ای وجود داشت و تا همین امروز اون رو میگن یکی از لحظاتی که جهان بیش از هر وقت دیگری به جنگ نزدیک شد دوباره خورشچوف نگاهش به کندی این بود که این آدم ضعیفیه آدم خوشگذرونیه میتونم مرعوبش بکنم و واقعا هم کندی خیلی تصویری بهتر از خودش ارائه نداده بود این داستان بحران موشکی کوبا رو احتمالا یه دونه کتاب مثلا نظریه بازی خونده باشین یا یه کلاس نظریه بازی رفته باشین دیدین که مثال کلاسیکشه میزنن که طرفین با چه اطلاعاتی باید تصمیم میگرفتن و در این شرایط بهترین تصمیم چیه آمریکا نمیخواد از خودش نشانه ضعف مثلا نشون بده نمیخواد که جنگ بشه و شوروی هم نمیخواد جنگ بشه ولی میخواد که نشون بده که مثلا قدرت دست منه آمریکا رو متهم میکنه که تو داری فعالیت های هسته‌ای رو گسترش میدی قلدری داری میکنی در واقع اصلا های پیغامی بودن برای آمریکایی که این کاراش رو متوقف بکنه و طرفین هم فقط موزه عمومی هم دیگر رو میدونن دیگه نمیدونن حالا مگه اگه اونطوری بکنم اینا واقعا دارن به چی فکر میکنن و چه کار ممکنه که بکنن نگران بود کندی که واقعا شوروی بخواد به آمریکا موشک بزنه موشک بیخ گوشش بود و میخواست که حتما نشون بده که آمریکا با یه تهدید کنار نمیکشه صدا کرد جنرال رو کاخ سفید و اینا بهش گفتن که باید حمله کنی به کوبا ضعف نباید نشون بدی و باید بزنی کندی اینجا اونجایی که میگم تجربه جنگش رو میتونیم ردش رو اینجا ببینیم واقعا اعتماد کامل نداشت به جنرال های جنگی قبل از هر چیز خودش سیاستمدار بود از جنگ این براش مونده بود که خیلی مشکلات سیاسی رو با راه حل نظامی نمیشه حل کرد بعد از خلیج خوک ها اعتمادش به اینا و راه هاشون و سیایی و اینا کمترم شده بود میترسید حمله کنه به کوبا شوروی از سلاح هسته استفاده کنه و دیگه عواقب جبران ناپذیر داشته باشه چند روز خیلی سخت و پرفشار داره تا اینکه بالاخره تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه وقتی تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه به آیزنهاور جنرال کهنکار با سابقه که حالا بجز جنرال بودن هشت سال هم رئیس جمهور آمریکا بوده و البته کندی سیاستاش رو شدید نقد کرده سیاستاش در در جنگ سرد رو مکالمه بسیار جالبیه فکر کنم تو ویدیو آیزنهاور دربارهش صحبت کردم واقعا پیشنهاد میکنم بشنوینش اگر قبلا هم شنیدید یه بار دیگه بشنویدش با این دید که کندی رئیس جمهوریه که اصلا با انتقاد از سیاست های جنگ سردی آیزنهاور آمده سر کار ولی زنگ میزنه به ژنرال کهنکار رئیس جمهور سابق و تو این مکالمه بهش میگه که من تصمیم ندارم به کوبا حمله کنم میگه خورشچوف گفته که اگه آمریکا موشکاش رو از ترکیه ببره شوروی هم موشکاش رو از کوبا میبره میگه من این پیشنهاد رو نمیخوام بپذیرم ولی میخوام که دستور بدم که موشکا رو جمع کنن در واقع پشت پرده قرار بود که بابی بره با سفیر شوروی دیدار کنه و همین طرح رو بده آیزنهاور مطمئن میکنه کندی رو که تصمیم تصمیم درستیه کندی میگه که ممکنه شوروی کار رو بکشونه به برلین آیزنهاور میگه ما ناتو رو داریم یادت باشه کار به اونجا نمیکشه بابی هم تلگراف رسمی میده به سفیر شوروی که پیام پیغام صلح داره توش که آمریکا موشکاش از ترکیه میبره شوروی هم از کوبا میبره فقط ماجرا علنی نشه چون علنی شدنش برای کندی هزینه های زیادی خواهد داشت نشانه ضعف میشه چهار روز بعد از سخنرانی کندی چه توش التیماتوم داده به شوروی خروشچوف اعلام میکنه که ما موشک ها رو از کوبا میبریم و جهان یک نفس راحتی میکشه که خطر جنگ جهانی این بار از سر ما

بسیار بسیار این بحران موشکی کوبا نقطه مهمی چند روز مهمیه در تاریخ آمریکا قرن بیستم و قطعا در دوران ریاست جمهوری کندی موضوع مهم دیگه زمان کندی و اون دوره آمریکا جنبش حقوق مدنیه درباره این ما یه مفصل تر بعدا باید صحبت کنیم پیوسته این رو ببینیم اصل قصه مبارزات برابری خواهانه سیاه پوستان در آمریکا سالها هم بود آغاز شده بود البته از اواخر دهه 50 تا دح... دهه 60 اوج گرفت آمریکایی هنوز سیاست جدا سازی بوده خیلی جاها جدا سازی دانشگاه ها مثلا بعضی ها همه سفید پوستن تو بعضی از ایالت های جنوبی سیاه پوست حق ندارن تو اتوبوس بشینن کنار سفیدا حالا کندی رئیس جمهور شده که خانواده ثروتمند سفیدی بودن واقعا خیلی مسئله نجات براشون مسئله نبوده هیچ وقت حالا خودشون گاهی وقتا فکر میکنن که چون ما هم اقلیت بودیم ایرلندی کاتولیک بودیم ما هم مثلا یه چیزایی میدونیم یه بار بابی کندی مثلا در مذاکره با سیاهای همچین چیزی میگه می که بزرگ اصلا حواست نیست که داری درباره چی صحبت میکنی چی و با چی مقایسه میکنی ولی خلاصه این این مبارزه اون موقع ادامه داره و وقتی کندی رئیس جمهور میشه خیلی داغتر هم شده این مسئله چون قانون گذاشته شده در ایالت های نادیده میگیرند دولت فدرال دخالت نمیکنه چون ریسکی ایالت های جنوبی بیشتر دموکراتن دولت میترسه نتیجه معکوس بده در واقع پایگاه رأیش رو از دست بده دور بعد هم بالاخره انتخابات یه کاری شروع شد اون موقع فریدم رایدرز ها یه سری فعالان سیاه و سفید قاطی هم میرن سوار اتوبوس میشن که مثلا تبعیض رو بشکنن یا کارهای دیگه‌ای که در جنبش مقاومت مدنی میکنن و اینا به درگیری میرسونه بالاخره یه جاهای شلیک میشه میزنن با میله بزن خشونت بالا میگیره واقعا دادستان کل موقع رابرت کندی داداش کوچیک است نیرو میفرسته نیرو میفرستن آلاباما برای اینکه مثلا محافظت بکنن از این فعال ها یا دوباره سال بعدش سال 62 دانشگاه ثبت نام دانشگاه درگیری میشه پلیس نمیذاره اینا ثبت نام بکنن دانشجوها تظاهرات میکنن باز دوباره نیروهای فدرال رو میفرسته که مثلا امنیت رو تامین کنن دوباره سال بعد نافرمانی مدنی میشه یک کمپین دیگه است مارتین لوترکینگ دوباره سرکوب میشه منتها الان دیگه دوره جدیدیه یک ویژگیش اینه که تلویزیون هست وقتی تلویزیون هست تصاویر این سرکوب میاد پخش میشه سطح خشونت بالاست کندی هم اینو میبینه جامعه هم اینو میبینه نماینده دولت رو میفرسته کندی برای اینکه وساطت بکنه مثلا یک مصالحه ای بکنن آخرش قرار میذارن که خب در بیزنس در تجارت مثلا این تبعیض نژادی رو برش دارن یه خورده داستان داستان دنبال تر از این حرفای واقعا پر از بالا پایین هم هست بم گذاری میشه دوباره کندی نیمرو میفرسته آلاباما دوباره ثبت نام دانشجو میشه فرماندار میاد وای میسه میگه من نمیذارم سیاها رو ثبت نام بکنه باز رئیس جمهور مجبور میشه بره وسط و دخالت بکنه و تو این شرایط اوضاع داره از کنترل خارج میشه شاورای کندی بهش میگن شما همچنان مستقیم دخالت نکن زوده که همه کارتاتو بازی کنی و هنوز موقعیت موقعیت ریسکیه و باز دوباره اینجا داداششی که قانعش میکنه که نه باید اقدام کنیم باید کار بکنی چون دیگه فعالین مدنی جنبش رنگین پوستان سیاه پوستان اینا گفتن به بابی کندی که ما وقتی که کشور حاضر نیست حقوق ما رو تأمین بکنه نادیده میگیره ما حاضر نیستیم برای آمریکا بجنگی و این خیلی نقطه مهمی بود حرف خیلی بزرگ و مهمی بود برگشت به دارشش گفتش که تو اصلا واسه همین رئیس جمهور شدی دیگه باید یه حرکتی بکنی و کندی رفت جلوی دوربینای تلویزیونی سخنرانی بسیار مهمی کرد گفت این یک معضل اخلاقی دانشگاه آلاباما رو محکوم کرد گفتش که یعنی چی همه مردم برابرن همه دانشجوهای آمریکایی حق دارند برن در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام بکنن ما نمیتونیم در سطح بین المللی در جهان بریم بگیم ما دنبال آزادی هستیم تو کشور خودمون اینطوری باشه وضعمون کنگره باید بیاد قوانینی نصب تصویب بکنه که این حقوق رو بده به همه از جمله استفاده خدمات عمومی رو فرصت های آموزشی رو حق رعی رو همه اینها رو و البته میدونیم حالا کندی اونقدی عم نکرد که اجرایی شدن قانون رو ببینه ولی قدم های مهم برداشت برای همین تو کارنامش این میاد که در زمینه جنبش حقوق مدنی کار مهم می کرد قدم مهمی برداشت در باره کندی و ایران هم گفتم که میخوایم بگیم اینو بگیم البته واقعا ایران مسئله مهمی نبود خیلی در زمان کندی کندی در سیاست آمریکا در متن و در حاشیه خیلی مسائل بیشتری داره واقعا ایران مسئله برجسته ای نبود منتها برای ما مهمه چون تو همین دوره کوتاهی از سر جمهوریش حداقل یه اتفاق خیلی مهم توی ایران میفته که آینده سیاست و جامعه ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و کندی هم یه جورایی روی اون اتفاقه یا روی نحوه اجرای اون اتفاق تاثیر میگذاره اتفاق چیه اصلاحات ارزی اول ولی ببینیم رابطه کندی با شاه چطور بود کندی گفتیم جای آیزنهاور آمده بود آیزنهاور رابطهش با شاه فوق العاده خوب بود فوق خوب بود شاه بعد از 28 مرداد هم هست به نماینده دولت آیزنهاور اصلا گفته بود که من مملکتم رو مدیون خدا ملتم ارتشم و شما هست بعدش هم هرچی شاه تغییر داده بود در ساختار حاکمیت قدرت خودش رو بیشتر کرده بود در همه مراحل آیزنهاور باهاش بود همراه بود اعتمادم هم زیاد داشت شاه بهش احترام هم براش زیاد قائل بود حالا آیزنهاور داشت میرفت یعنی رفته بود و به کندی آمده بود کندی که اولا دموکرات شاه با جمهوری خواه میونش کلا بهتر بود بجز این ایده های نو در باره اصلاحات و فساد ستیزی و مبارزه با کمونیسم حالا از یه مسیر دیگه و اینا حالا معلوم نبود واقعا چقدر شاه میتونه باهاش هماهنگ بشه و باهاش کار بکنه یکی از مهمترین تزهای این تیم جدید در کاخ سفید این بود که ما با کمونیسم میخوایم مبارزه بکنیم جلوی رشدش رو بگیریم باید حواسمون باشه که تو چه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمونیسم استعداد رشدش بیشتر میشه یک وضعیت های اقتصادی هست که خیلی ناعادلانه است و اگه یک کشوری وضعش اون باشه این خیلی مستعده که نطفه انقلاب کمونیستی توش رشد بکنه مثلا اینکه زمینای کشاورزی مرغوب دست یه عده ارباب باشه که وضعیتی که تو ایران بود بخش عمده درآمد زمینا میرفت توی جیب اربابها بعد یه دهقانهایی بودن کار رو بیشتر اینها میکردن در بهترین حالت ممکن بود یک چیزی گیره یک بخور نمیری مثلا گیرشون بیاد بعد اگه خشکسالی میشد همون هم ممکن بود گیرشون نیاد تازه و خیلی وضع آشکارا ناعادلانه ای بود که البته قرنها بود بود یعنی وضع تازه ای نبود که بگی اون موقع اینطوری شده بود ولی خب بالاخره میگفتن حق همینه و بالاخره ارباب اینه و خدا اینطوری خواسته و رعیت باید مثلا نونشو بخوره و شکرگزار باشه و اینا پذیرفته بودن بالاخره یا اگرم نپذیرفته بودن کار خاصی نمیتونستن بکنن ولی الان دیگه قرن بیستم شده بود چشم و گوش دهقانها باز شده بود که حقشون اینی نیست که الان بهشون دادن و یک نارضایتی داشت ایجاد میشد و یا میتونست ایجاد بشه که کاملا مناسب بود برای تبلیغات کمونیستها برای برابری علیه استثمار قیام کردن و از اینجور چیزا این حرفهایی که به گوش دهقانها خوش آهنگ ممکنه برسه و بشه همونی که اون وقت در چین شد بشه همون گرفتاریی که در روسیه شد در کوبا شد و حالا خیلی جاهای دیگه شد این بود که امریکایی ها گفتن که این شکاف اقتصادی رو باید خیلی جدی افتادن دنبالش که اینو باید کمش بکنیم این مسئله باید در ایران حل بشه کندی هم متوجه این مسئله بود از قبل از اینکه رئیس جمهور بشه کندی در دوران سناتوری با علی امینی خیلی نزدیک میشه آشنا میشه علی امینی اون موقع سفیر ایران در آمریکا روابط خانوادگی پیدا میکنن واسطه آشنایی هم مثلا انگار ژاکلینی که با همسر امینی دوست بوده کندی حالا با شوروی هم بالاخره ایران همسایه است حواسش به مسئله ایران هم هست با امینی که دوست میشه بیشتر هم پیگیر مسئله ایران میشه یه خاطره ای هست از, از علی امینی نقل شده که یه بار کندی بهش میگه که وضعیت دهقانات تو ایران خیلی بد و خیلی مستعد یک انقلاب کمونیستی میکنه این وضعیت ایرانو امینی میگه آره این نگرانی رو من دارم شاه هم خیلی نگران اینه البته میدونیم واقعا بعد از 28 مرداد بوده واقعا ولی هیچ وقت نتونسته یه طرحی رو به مرحله اجرا بیاره کندی میگه آره این کار راحتی نیست و آدم قوی میخواد یا آدمی میخواد که در سطح بینالمللی شناخته شده باشه مثل خود شما امینی به شوخی برمیگرده میگه که خدا رو چه دیدی شاید یه روزی شما شوی رئیس جمهور آمریکا منم شدم نخست وزیر ایران و واقعا هم چند سال بعد کندی میشه رئیس جمهور آمریکا و شیش ماه از انتخابی کندی نمیگذره که شاه هم که میخواد حالا دل ساکن جدید کاخ سفید رو به دست بیاره میفهمه که بالاخره باد از کدوم سمت داره میوزه امینی رو میکنه نخست وزیر امینی که جز اشراف قاجار حساب میشه و واقعا آدم قدرتمندیه و به جز قدرت آدم جاه طلبیه حداقلش اینه که در تصور شاه آدم جاه طلبیه شاه هم سابقه بدی داره از آدم های قدرتمند جاه طلب که مخصوصا یک کانال شخصی خودشون با آمریکایی‌ها دارن اینو در امینی میبینیم در تیمور و بختیار میبینیم در قرنی هم بعدا میبینیم از امینی ولی فرق داره هم سابقه دوستی شخصیش با کندی خود کار شاه سخت میکنه و همین که واقعا در سیاست ایران شناخته شده و با نفوذ اون موقع و هی مشکل شاه با امینی زیاد میشه امینی سعی میکنه جبهه ملی رو بیاره تو بازی این خب منبع مشکل باشه طرح اصلاحات ارزی دست وزیر کشاورزی آقای ارسنجانیه که اون مشهور به تندروی بعد کارا رو داره خودش میبره جلو از کانال شاه و دربار جلو نمیبره چند ماه بعد از اینکه امینی رو نخست وزیر میکنه شاه تلاش میکنه که ورش داره ولی آمریکایی‌ها مخالفت میکنن یه خورده کشمکش و این ها شاه به نتیجه میرسه که راه ورداشتن امینی اینه که بره همون از همون کانالی که در واقع امینی رو تشویق شده بیاره سعی کنه از همون کانال بره زیرا بشو بزنه میره فروردین 41 آوریل 62 یه سفر میره آمریکا و اونجا میگه به کندی که شما نگران نفوذ کمونیسم هستید دیگه منم نگران هستم منم میدونم که این وضع فساد و شکاف طبقاتی اینا خطرناکه و ممکنه زمینه انقلاب کمونیستی بشه مملکت به هم بریزه اینا منم این نگرانی رو دارم شما هم دارید اینی که الان نخست وزیر آدم این کار نیست شما اون حمایتی رو که از امینی میکنید از من بکنید من خودم کار رو خیلی بهتر میبرم جلو قانع میکنه کندی رو و تیمش رو که ما هم انگیزه ایم و من توانش رو هم دارم به جز اینکه انگیزه شده دارم توانش رو هم دارم گفتم شش ماه نشده بود بعد از انتخاب کندی امینی رو نخست وزیر کرده بود این بار هم وقتی که برگشت از آمریکا سه ماه نشد که با امینی سر بودجه به اختلافی خوردن و دیگه امینی اون پشتیبانی تیم کندی رو از دست داده بود خودش میفهمی که باید استعفا بده و بره و بعد شاه کارو میگیره دستش همونطوری هم که گفته بود به کندی در کمتر از 6 ماه از استعفای امینی ایده ای اصلاحات ارزی رو اجرایی میکنه اصلاحات ارزی رو با چند تا واقع مورد اصلاحات دیگه که اونها هم واقعا خیلی خیلی مهم بودن یعنی اونی رو که گفته بود اجرا میکنم اجرا کرد و یک سری اتفاقات دیگری رو هم کنار اون یک سری طرحهای اصلاحات دیگر رو هم کنار اون آورد و اجرا کرد مخصوصا اگر اینا صحیح اجرا شدن بسیار میتونستند مهمتر هم بشن چیزایی که کنارش اومد حق رأی به زنها بود سهم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود فروش سهام کارخانه های دولتی بود درست کردن سپاه دانش بود برای اینکه روستاییان بی سواد رو با سواد اینا رو در واقع میارن به رفراندوم میذارن رأی بالایی هم میاره داستان مفصلیه هم داستان اصلاحات ارزی هم اینکه چطوری اجرا شد و چقدر هم خود طرحش هم شکل اجرا شدنش نقش داشت در تغییر شکل دادن جامعه ایران بسیار بسیار مهمه این یه دوره یه که ایران توش روند توسعه صنعتی رو شروع میکنه اول دهه چهل تو دهه چهل این میدونیم اوج میگیره و همزمان شاه که دیگه واقعا قدرتی رو هم جلوی خودش نمیبینه روز به روز قدرتمندتر میشه این رو توش توی فشاری که برای شروع این برنامه بود کندی هم نقش داشت بعدن هم که کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه سال 56 یه یه طوری این قصه تکرار میشه فشار میانه که هویدا رو باید برکنار بکنن و یک چهره ملی رو نخست وزیر بکنن شاه انگار اونجا یاد این قصه آوردن و برداشتن امینی میفته میگه که 15 سال پیش مثلا من تحت فشار اینا نخست آوردم ولی نه من الان شاه 15 سال پیشم نه این کارتر اعتبار کندی رو داره بر همین اولش خود مقاومت و ایناست ولی بعد نهایتا بعد از چند ماه هویدا رو میگذاره کنار همونطوری که امینی رو نهایتا پذیرفته بود که نخست وزیر بکنه حالا به این ماجراها ما بعدا وقتی به تاریخ ایران اون دوره رسیدیم میپردازیم اینجا چون کندی نقش داشت توش گفتیم که درباره این هم یک اشاره ای بکنیم و بعد دیگه برسیم به ترور کندی کندی کلا سه سال رئیس جمهور بود کمتر از سه سال آمریکا بتر از جمهورهای کوتاهتر از این هم داشته ولی دیگه این خیلی کمه دیگه دور اولش رو هنوز تمام نکرده بود که ترور شد در یک ماجرایی که از رمزالودترین پرونده های سیاسی جنایی تاریخ آمریکاست در ذهن خیلی ها هنوز بازه و هنوز علامت سوال های بسیار زیادی دورشه دالاس بودن در تگزاس تاکزاز. همون تگزاسی که دور اول ریاست جمهوری رئیس و با کمک جانسون به دست آورد و رئیس جمهور بود شکننده بود یه خورده براش رفته بود که برای دور دومم مثلا بتونه جاش پاش اونجا محکم کنه تو ماشین بودن تو خیابون داره میره دو طرف خیابون هم جمعیت جمع شدن که اونجا تیر میخوره دیگه رابرت کندی دالاش کوچیکی اون موقع واشنگتونه استخر داره شنا میکنه میگه تلفن زنگ خورد از خط هاتلاین کاخ سفید که بله در دالاس تیری شلیک شده ماشین البته ادامه داد به حرکتش خون کندی ریخت روی صورت و لباس جاکلین بردنش بیمارستان ولی همونجا تو ماشین فهمیدن که رئیس جمهور کشته شده تحقیقات رسمی گزارش دادن که شلیک کننده کسی بوده به نام لی هاروی اوسوالد جوان 25 ساله ای که از 17 ساله عضو نیروی دریایی آمریکا بود آدم خیلی معروفی هم شد چند بار تو ارتش دادگاهی شده بود زندان افتاده بود بعد ترخیص شده در بود نیروی دریایی رفته بود اروپا شوروی پناهنده شده بود با یه خانم روسی ازدواج کرده بود یک سال و نیم قبل از ترور کندی برگشته بود آمریکا میگفتن در یک از یه آپارتمانی در طبقه ششم ساختمان تگزاس اسکول بوک دیپوزیتوری شلی کرده به کندی 45 دقیقه بعدش هم یه افسر پلیسی رو بهش شلی کرد بعد توی سالن سینما ریختن گرفتنش زیر بار قتل کندی نرفت گفت اینا پاپوشه و دو روز بعدم دست پلیس بود رو آنتن تلویزیون بود که یکی اومد یک شلیکی بهش کرد و کشتش اوسوالد رو کشت اونم فیلمش هست میتونین ببینید اگه دوست دارین سال بعد کمیته تحقیقات جمع شدن و گزارش 888 صفحه گزارش دادن و به این نتیجه رسیدن که تنها بوده همدستی نداشته اوسوالد دخالت دیگران در کار نبوده و از همون موقع بسیاری از آمریکایی‌ها قانع نشدن و تا همین امروز هم خیلی‌ها قانع نشدن از این گزارش رسمی یه بیت... نمیدونم دیگه حالا چقدرش واقعا تئوری توته است چقدرش واقعا نام من من راستش خودم علامت سوال برام وجود داره بگم دیگه. خیلی روایت رسمی رو 100 درصد نپذیرفتم به نظرم توش سوراخ هست شک اصلی به کوبا بود زمان کندی بود که طرح حمله به کوبا رو ریخته بودن یعنی چند تا تلاش, تلاش ناموفق برای ترور کاسترو داشتن تا یک ماه قبل از ترور طبق تحقیقات میگفتن اسوالد مکزیک بوده سعی کرده با شوروی و کوبا تماس بگیره کاسترو البته کلا رد کرد گفت اصلا من حاضر نبودم خودم تو همچی دردسری بندازم نه ما دخالت نداشتیم تئوری های دیگه میگن که مخالفین کاسترو کندی رو کشتن به خاطر اینکه سر شکست عملیات خلیج خوکا ازش خشمگین بودن گزارشهایی نشون میدن که یه افسر کاگبه رو دیده بوده توی مکسیکو سیتی این آقا خیلی ماجرا خیلی علامت سوال میگم واقعا زیاد داره سال 92 یه سری اسناد اومد که حالا اطلاعات بیشتر نداد دوره ترامپ حتی دوره بایدن دوباره یه سری اسناد جدید اومد بیرون همچنان یه سری از اسناد محرمانه است همچنان یه سری سوال هست که با کسی در ارتباط بوده یا شخصا تصمیم گرفته CIA در جریان بوده چه گروه های در جریان بودن ما واقعا نمیدونیم خیلی ادعا میکنن که عجیبه که اسوال از شوروی آمده باشه آمریکا و مثلا CIA در نظر نگرفته باشه این آدمو زیر نظر نگرفته بود بعضی از های عینی اصلا میگن یه تیرانداز دیگری بوده صحنه رو هی مدام بازبینی میکنن فیلمهاشم هم هست دیگه دیدین احتمالاً این زاویه ای که گلوله شلیک شد این بوده اون نبوده هنوز اسرارآمیزه و این جالب هم هسته که رئیس جمهوری که تصویرش رو اینطوری مدیریت میکرد خودش و خانوادهش بیماریش رو مخفی کنن زندگی شخصی و روابط پنهانیش رو قایم کنن اینا مرگش هم موند در حاله ای از ابهام واقعا خیلی جالبه واقعا اسم کندی هست رو مثلا فرودگاه بزرگی در آمریکا هست اسمش ولی هنوز نمیدونن بسیاری از آدم ها و ما نمیدونیم که دقیقا کی بود و واقعا چطوری مرد این سوال بزرگ درباره این آدم مهم همچنان هست جنبندی جنبندی که حالا نه ولی تلاش کنیم که ببندیم آخر ویدیو رو کار راحتی نیست واقعا جنبندی چون مثل هر کسی دیگه ای شاید بیشتر از خیلی آدم های رئیس جمهور دیگه جمع تناقض های زیادی بود کندی با اعتماد به نفس بود و شکننده بود قاطع تصمیم میگیره و شک میکرد خودش و همسرش نماد زوج آمریکایی موفق بودند از اون اینطوری روابط پنهانی داشت سفید پوست و ثروتمند بود اما در جنبش حقوق مدنی نقش انکار داشت دیدگاه های ضد استعماری داشت از همون جوونی فکر میکرد که مستعمره داری تموم شده و اینها ولی از اون تو ویتنام یه مسیری رو شروع کرد که توش آمریکا نهایتش رفت کنار فرانسه استعمارگر ایستاد جلوی مردم ویتنام جنوبی پر از این تناقضاست کارنامش سال 1988 در سنجی کردن بین مورخان و روزنامه‌نگاران و اینا 75 درصدشون گفتن که اورریتد ترین شخصیت تاریخ است کندی بیش از حد بهش توجه شده یعنی زیادی بهش اعتبار دادن overrated. خیلی انتقاد بهش وارده از بیتوجهی به حقوق مدنی در شروع کارش چون طول کشید تا وارد این قصه شد و شاید همین میگن نقش داشت تو اینکه این, که این ماجرا بزرگتر از اونی شد که باید میشد زودتر باید حلش میکرد تا کارش که منجر به جنگ ویتنام شد و اون یه گرفتاری دیگری شد که دو تا رئیس جمهور طول کشید تا بتونن که به راه حلی نزدیک بشن توش و چقدر چقدر آدم قربانی شدیم مثلا اینا حالا باشه برای جای دیگری درباره سیاست بینالمللیش در جنگ سردم بالا پایین زیاد داشت اونم جای دیگه باید صحبت بکنیم ولی محبوبیتش رو واقعا اینا تکون نداد نسلی که بعد از کندی اومدن سال 83 مثلا تو نظر سنجی نگاه کنی از روزولت بیشتر به کندی رأی دادن یعنی بالاتر از روزولت کندی محبوب تا رئیس جمهور آمریکا بود برای اونها 65 درصد مردم اعتقاد داشتن که اگر ترور نمیشد آمریکا مسیر کاملا متفاوت و بهتری میرفت واقعا هم چهره رئیس جمهور آمریکا رو کندی نه که عوض کرد ولی یه بودهای تازه ای بهش داد یک نزدیک شد دیخوره به آدما کسی شد که میشه باش همساد پنداری کرد زندگی شخصیش اونقدی هم دور از دسترس نیست بعد از اون سرمایه اولیه جنگ سرد و دوران و حتی دوران وحشتش حالا بعدا هم ادامه داشت ولی یه خورده گرمای گرما یه خورده امید به آمریکا میگن آورد جوون بود به هر حال جاه طلب بود ریسک میکرد شکست میخورد گاهی و چنین چهره ای... حالا شاید در اداره کشور مثلا چهره خیلی مطلوبی نباشه ولی قطعا کسیه که نماد تغییره قطعا کسیه که نماد دوره پر جنب و جوشه و واقعا هم از وقتی که رئیس جمهور شد این تلقی و این دید هم در آمریکا بود هم در بقیه دنیا بود هم من چنیدم در آمریکا بود در ببخشید در ایران بود که حس کردن آدم های زیادی حس کردن که آره دنیا داره عوض میشه یه چیزایی داره عوض میشه یک نمونهش این که این جوون شده رئیس جمهور آمریکا توی تحلیل ها و تحقیق های دانشگاهی ها و محققین و اینا هم میبینیم بعضی وقتا واقعا تن نمیده انگار به دست بندی های راحت و مقایسه با دیگران دورش خیلی کوتاهه عواقب کاراش خیلی درست نتونست سنجیده بشه در زمان خودش خودش مواجه نشد با نتیجه بعضی از تصمیماش و واقعا هم شخصیتش انقدی متفاوت هست که خودش یک یک کاتگوری تازه‌ای بتونه بشه در رئیس جمهورهای آمریکا الان هم بعد 60 سال بیشتر از اینکه آدما با کاراش با اتفاقات دوران ریاست جمهوری به یاد بیارنش با اون چهره افسانه‌ای و به چنگ نیامدنی میشناسنش این بود داستان جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا از کانال یوتیوب بی پلاس